برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. غلامرضا شفیق، مدیر کل دفتر مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی گفت سیل در شهرستان شیروان جان دو نفر را گرفت و خساراتی به همراه داشت. به افزود فوت دو خانم در سیل از روستای مشهد ترقی شهرستان شیروان گزارش شده است. او با بیان اینکه بارندگی و سیل عصر امروز به بخش‌های مختلف خسارت زد افزود در روستای مشهد ترقی برق و گاز قطع بود که نیروهای خدمت‌رسان در حال برطرف کردن مشکل و وصل مجدد هستند. طبق مطالعه‌ای که در مجله ساینتیفیک ریپورتس به نشر رسیده، حضور قایق‌های بشردوستانه در گاردهای ساحلی عامل کششی برای پناهجویان محسوب نمی‌شود. پژوهشگران می‌گویند که هیچ ارتباطی بین نجات جان انسان‌ها در دریا و جریان‌های مهاجرت وجود ندارد. بر اساس داده‌های آژانس مرزی اتحادیه اروپا، گارد ساحلی تونس و لیبی، سازمان بین‌المللی مهاجرت و سازمان غیردولتی هلندی عملیات‌های نجات بر میزان ریسک‌پذیری مهاجرت برای عبور از دریا اثری ندارد. نرخ ارز، افزایش قیمت کالا، نرخ بیکاری، جنگ و شرایط جوی از عوامل افزایش پناهجویان برای در پیش گرفتن مسیر دریا در این تحقیق برشمرده‌اند. نیروهای الهشت شعبی عراق روز شنبه عملیات امنیتی گسترده‌ای را در استان نینوا آغاز کردند. در این عملیات تیپ‌های مختلف الهشت شعبی و نیروهای ارتش و هنگ اضطراری نینوا شرکت کردند. هدف از این عملیات از بین بردن عناصر باقی مانده داعش و تأمین امنیت مناطق جنوب موسل به صورت کامل است. در این عملیات مقادیری تجهیزات جنگی متعلق به سنی‌های تندروی داعش در جنوب نینوا کشف و ضبط شد.